توی بحث سازماندهی، اینکه چگونه سازماندهی کنیم، چرا سازماندهی کنیم، این دو مقوله بسیار مهمی. یعنی اگر به یک چرای وجود داره و برای چرا و برای، فکر میکنم این دقیق داره. چرا ما سازماندهی میکنیم؟ از روی یک نیاز، از روی یک ضرورت. ما سازماندهی نمی کنیم که خودمون تبدیل به یک سیاه لشکر بکنیم و خودمون به یک، بلکه به یک توده نامشخص. ما وقتی نگاه می کنیم می بینیم احترازات کارگری در چند سال اخیر مرتب و زیاد و در حال تکثیره. خب اونجا دولت به ما میگه شما میتونید شورای اسلامی داشته باشید. آخه موضوع شورای اسلامی، موضوع سازماندهی شورای اسلامی، اصلا سازماندهی وجود یک نماینده در حلقوم ما میکنن و اون نماینده یک نماینده بسیجیه حتما و میشه نماینده تو. نماینده من نیست. چرا؟ چون من به عنوان یک کارگر در ایران روبروی چه مسائلی هستم؟ روبروی مسئله من کارگر عرب هستم، من کارگر ترک هستم، من کارگر بلوچ هستم، من کارگر ترکمن هستم، من کارگر فارس هستم. اینها مهمه. این من بسیار بزرگی که چراهاش در سازماندهی خودمون پیدا میکنیم. حالا چرا کارگر اصلا میتونه این سازماندهی بکنه؟ خب جامعه ای که متکثر از این قومیت هاست مشکلات و دغدغه های بسیار زیادی داره. چطور میتونه کارگر این کار بکنه؟ چون ما به عنوان کارگران یک تقارب بسیار زیادی با موضوع و مباحث زنان داریم. امروز احترازات امروز ایران به ما نشون داد که زنان صاحب چه پتانسیلی هستند. دیگه زبان، اتنی، قومیت، مشکلات همه رفتن کنار. به عنوان یک زن، چون یک زن ستم بالا پایین داره در ساختار زبان، فرهنگ، جامعه، اقتصادی، ولی این ستمه یک ستم متراکم در تمام ایران. ما کارگران هم همین پتانسیل رو داریم، اگر چه باید به موضوع رو فراتر از اون لحظه نگاش بکنیم. یعنی اگر موضوع من دستمزده، من دستمزد میگیرم. مسئله صنف، مسئله دستمزدها، مسئله جرم نیستن. یک وضعیتیه که من فقط به عنوان یک کارگر پیش و به عنوان یک کارگر فعال میتونم از این پتانسیل استفاده بکنم برای سازماندهی خودم. اجازه ندیم ما بعضی حامیان چیکار میکنن، ما رو تحقیر میکنن صنف به خاطر دستمزدشه. نه، تنها پتانسیلی که میتونم از طریق اون خودم سازماندهی کنم این پتانسیله که باید اول خودمو به رسمیت بشناسم، پتانسیل خودمو به رسمیت بشناسم و تا بتونم به چراها و بایدها جواب بدم. ما چرا؟ ما سازماندهی میکنیم که از وضعیت کنون خارج بشیم. ما سازماندهی میکنیم تا این تجربه رو انتقال بدیم به جامعه. ما سازماندهی میکنیم چون در درون سازماندهی ما به عنوان نیروی منظم فقط میتونیم خودمونو حفظ بکنیم. دولت ها در همه جا، در همه جا، فقط بالا پایین، مثل ستم هایی که به ما میشه، ستم ها بالا پایین، ولی دولت ها در همه جا صاحب زندانه، صاحب گلوله، صاحب کارخانه تولید گلوله است. به من شلیک میکنه. من در یک حالت، من انسان محترس، من در یک حالت میتونم این نظم رو به خودم بدم، در این حالت میتونم مطالبه از ریزترین مطالبه تا بزرگترین مطالبه خودم انجام بدم و اون هم فقط از طریق سازماندهی. حالا بایدها، چراها، برای کی، برای چی اینجا پیش میان. این برای کی و برای چی و باید میان. اولا ما وقتی میخوایم سازماندهی بکنیم چه موضوعی وجود داره؟ اینکه ذهن هامون رو از یک سازماندهی سنتی بیاریم بیرون که یک نفر بلند میشه بالای میز میسته و شروع میکنه به سخنرانی کردن و بقیه تبعمون میشن. ما از این ذهنیت بیاریم بیرون. این یک ذهنیت صاحب تجربه است، تجربه طولانی داشت، اما از دیدگاه ما
به عنوان کارگرانی که صاحب یک تجربه بودیم در سازماندهی، این تجربه نمیتونه تجربه موفقی برای ما باشه، چون ما در ساختار غیر سنتی سرمایه‌داری قرار داریم، در ساختار غیر سنتی تکثیر و تولید سرمایه قرار داریم، ما هم نمیتونیم برگردیم به عقب و به شکل سنتی به موضوع نگاه کنیم، حتی سازماندهی خود. حالا در موضوع سازماندهی میان ما شنیدیم در سالیان اخیر مرتب اینو در ادبیات کارگری شنیدیم و اینو در ادبیات کارگران فولاد اهواز دیدیم، در ادبیات مبارزاتی کارگران هفت‌تپه دیدیم، در ادبیات مبارزاتی کارگران پروژه‌ای دیدیم، کمیته و بالخصوص در این چند ماه اخیر مرتب اسم کمیته رشید. کمیته چیه؟ کمیته برای کیه؟ و چه پتانسیل های کمیته به تشکیل میده؟ اولا ما وقتی میخواییم سازماندهی بکنیم و موضوع سازماندهی اصلا باید اینو در نظر بگیریم که باید یک فضایی رو ایجاد بکنیم، فضا عینی. یعنی اگر در اون لحظه در اون فضا مشکل این خودکاره، به رسمیت بشماریم که مشکل این خودکاره. مشکل لحظه است، مشکل چیزیه که در لحظه است. این مشکل در لحظه چیه؟ ما به عنوان حتما و بیشک همه کارگران اینطور فکر می کنند. ما یک عده کارگر پیشروی داریم که این کارگران پیشرو بیشتر از همه تلاش می کنند سازماندهی و مباحث سازماندهی رو ایجاد بکنن، و این استثنا نیست. یعنی یک کارگر پیشرو مرتب در حال تولیده، مرتب یکی دیگه میاد کارگران پیشرو بیشتر میشن، دومی میاد، سومی، یک دفعه میبینیم یک کارخانه پیشروه چون صاحب یک گفتمان در حال تکثیر. پس از کلمه پیشرو حراس نکنیم، کلمه پیشرو ما یه تک تک ماست که روز به روز تجربه خودمون انتقال میدیم، تجربه خودمون به از کارخانه به محله، از کارخانه به بخش بعدی، به بخش بعدی و به بخش. پس کمیته اون جاییه که بتونه مشکل عینی رو تشخیص بده. مشکل عینی چیه؟ مشکل عینی میتونه بهداشت کار باشه، میتونه یک خودکار باشه، میتونه ورق باشه، مشکل عینی میتونه دستکش باشه، بحث ایمنی باشه. و اصلا خودمون تحقیق نکنیم که فکر کنیم این مشکلاتی هست که من نباید در موردشون حرف بزنم در حال تراکم ها. نه، ما باید یاد بگیریم اول سازماندهی بکنیم. پس سازماندهی کردن از نقطه مشکل عینی شروع میشه، مشکل ریز شروع میشه تا بتونیم حرکت رو به جلوی داشته باشیم. این کمیته حتی میتونه یک صندوق برای کمک کردن به یکی از رفقای ما، به یک کارگر باشه که در درون مثلا ما تجربه کارگری دیگه، همه ما این تجربیات داشتیم. کارگری بوده که ماشینش سوخته، کارگری بوده که خونه‌اش سوخته. امیدوارم هیچ وقت این اتفاقات نیفته، اما میخوام یک تجربه روی کارگری بوده که خانواده‌اش مشکلی پیدا کردن. حالا این در چون ما معمولا به سراغ مشکلات میریم، متاسفم که دارم از مشکلات مثال میزنم، ولی اون لحظه، اون همبستگی، اون همه ما با هم دیگه جمع شدن، یکی این کمک رو میاره، یکی اون کمک میاره، یکی مسئله مالی رو میتونه کمک بکنه، یکی بحث بیمارستان، یکی بحث دیگه. و این محوریت و این جمع شدن، چون ما یک مشکل عینی داشتیم، یک مشکل وجود داره که ما میتونیم حول اون جمع بشیم. خب حالا برای ما اینجاست که این کمیته، ما بگیم در بخش یک کمیته ایجاد شد، در بخش دو کمیته ایجاد شد، مکانیک، پشتیبانی، برق، کمیته ها متعدد شدن و افکار ما شروع میکنه که حول یک محور بحث کردن، حول این خودکار بحث کردن. در کمیته سه حول مسئله ایمنی، در کمیته پنج حول مسئله بهداشت کاری. پس اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ داره کمیته های تولید میشه، ولی اختلاف نظرها و مشکلات یک دست نیستن، همه هر کدوم در یک قسمت یک مشکلی داره. حالا این مثالو بیایم وسیع‌تر به شکلی بزرگتر نگاه بکنیم و اونجا کجاست؟ بحث پیمانی. مثلا بگیم در پیمانکاران شرکت فلانی، پیمانکاران شرکت فلانی، پیمانکاران شرکت فلانی، اینها تبدیل به کمیته هایی شدن که
دارن در مورد مشکلاتشون حرف میزنن. اما پیمونکار یک دستمزد میده، پیمونکار دو بیمه نمیده، پیمونکار شیش حق بدی آب و هوا رو نمیده و همینطور مشکلات. حالا ما چند تا کمیته هستیم اما با مشکلات متنوع. میان چه کار میکنیم؟ خب اینجا باز هم یک ضرورت ایجاد میشه. اون ضرورت چیه؟ مجمع عمومی، کنگره یا همفکری یا هر چیزی که اسمش بزن. حالا این کنگره چیه؟ این همفکری چیه؟ این مجمع عمومی چیه؟ اونجا جاییه که این کمیته ها نمایندگانشون انتخاب میکنن، با همدیگه میشینن صحبت میکنن تا این اجازه رو بدیم مشکلات یک دیگر رو بسیاریم. وقتی در یک کنگره، وقتی در یک مکانی که هم فکری کردیم و مشکلات یک دیگر رو تشخیص دادیم، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که اینجا میفته، ما مشکلات یک دیگر رو تشخیص دادیم، ما تا قبل از این یک کمیته 10 نفری بودیم، یک کمیته 20 نفری بودیم، اما وقتی مشکلاتمون رو به رسمیت شناختیم، یعنی هم فکری کردیم، در مورد بحثامون با همدیگه بحث کردیم که چگونه میتونیم راه حل های اون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم، نگاه میکنیم اینجا نه فقط ما هم فکری کردیم، بلکه اینجا تبدیل به 100 نفر شدیم. اینجا ما تبدیل به 100 نفر شدیم. خب در این تبدیل به 100 نفر ما باید چه کار بکنیم؟ خب اینجا 100 نفر وجود داره و این 100 نفر مرتب وجود دارن، آدم ها با هم دیگه هم فکری میکنن، اما تضادهایی هم ایجاد میشه، مصلحت هایی هم ایجاد میشه. پس ما وقتی تونستیم یک مکانی رو برای هم فکری ایجاد بکنیم، حالا مکان یا جا یا هر چیز یا هر فضایی رو احتیاجه که قانون برای اون بنویسیم تا بی‌نظمی ها و مصلحت ها کنترل بشه. جایی که باید توش قانون نوشته بشه. قانون یک، قانون دو. اینجا من نمیتونم تجربه فولاد یا هفت‌تپه یا کارگران پروژه‌ای رو تعریف بکنم در مورد قانون، چون در هر نقطه‌ای که قرار میگیریم، در هر مجمع و در هر جایی که قرار میگیریم، اونجا مصلحت ها مختلفه، فضاها مختلفه، گویش ها مختلفه، فرهنگ ها مختلفه. میتونیم از یک نمونه کلی صحبت بکنیم، اما نمیتونیم آموزگار یک دیگر باشیم. ما از یک دیگر میآموزیم در یک کلاس به اسم کلاسی به اسم مبارزه. اینجاست که ما وقتی این نظم رو ایجاد کردیم، وقتی این نظم رو برپایی و اینجا حالا برای خیلی ها ایجاد میشه که درسته میسم چیزهایی که داری میگه، اما موضوع کجاست؟ موضوع اینجاست که ما چگونه چه کار بکنیم، کجا؟ ما اول برگردیم سر کمیته، گفتیم از چه فضاهای کمیته تولید میشه، از چه فضاهای کوچکی کمیته ها تولید میشه. حالا مجمع عمومی هم فکری هامون نباید شروع بکنیم اینکه بیان یک سنگ بزرگی رو بلند کنیم و هیچ وقت نتونیم اون از جا تکونش بدیم. میان چکار میکنیم؟ از کوچکترین فضاهایی که در اختیار ما هست میشیم با هم دیگه هم فکر میکنیم، از کوچکترین فضاها و پتانسیل هایی که داریم میشیم هم فکر میکنیم. اصلا اساسا بذاریم من همین الان بگم، اصلا و اساسا اگر 3 کمیته در یک کارخانه بزرگ تشکیل شدن، یعنی 3 کمیته کوچک، این کمیته ها برای هم فکری در کارخانه نشینن، در خانه یکی از همکاران، در پارک محله بشینن، تا زمانی که این کمیته ها تقویت بشن، تکثیر بشن، بتونن با قدرت صحبت بکنن. اون زمان وقتی با قدرت صحبت میکنن چه اتفاقی میفته؟ ما مکان تصرف میکنیم، چون اینجا دیگه 1 نفر و 2 نفر و 3 نفر، 2 کمیته و 3 کمیته و 4 کمیته نیستن، بلکه میایم ادبیات خودمون، قانونهای خودمون رو تحمیل میکنیم به فضای موجود و میتونیم سالن‌های شرکت رو این بار تسخیر بکنیم، مال خود بکنیم و صاحب قدرت باشیم. اولا حالا موضوع میگن میسم خب بحث امنیتی، کاملا درست، کاملا منطقی. ما برمیگردیم سر کمیته ها، ما از خودکار و دستکش و بهداشت شروع کردیم، پس هیچ چیز عجیب غریبی نداره. ما وقتی صحبت از قدرت میکنیم و تسخیر کردن، ما دیگه تبدیل به
چند کمیته متعدد شدیم و تبدیل به 3 و 4 هزار کارگر شدیم. پس وقتی تبدیل به 4 هزار کارگر، 5 هزار کارگر و میخوایم جایی رو تسخیر بکنیم، ما 4 هزار نفر انسان هستیم. وقتی هم برمیگن میگه خب 4 هزار نفر که پشت سر ما نیستن. اینجا باز هم برمیگردیم سر کمیته ها. 4 هزار نفر زمانی پشت سر ما هستن و به عنوان نیروی فعال مجمع عمومی یا کنگره یا هم فکری که اون کمیته ها به شکل عینی بر پایه و اساس فعالیت بکنن و تمام نیروهای فضای کار رو درگیر بکنن. دیگه اینجا میشینیم با هم دیگه هم فکری میکنیم سر کوچکترین مصلحت ها، سر کوچکترین موضوعات. وقتی صحبت ها و تدبیر ها و به رسمیت بشماریم دردی یک دیگر رو، به رسمیت بشماریم تفکر یک دیگر رو توی فضاهای کوچکمون، پس اون کمیته ها نیروهای فعالی هستن که آمادگی ارتباط گرفتن با کنگره رو دارن و این کنگره و مجمع عمومی و سالن همفکری یا فضای همفکری اینجا 4000 5000 15000 نیروی فعال داره. چون 15 چون اونجا 100 20 25 30 40 کمیته داره. وقتی میاد این کار انجام میده، حالا چه اتفاقی میفته در مجمع عمومی؟ اینو میتونیم حتی بر پایه شهر هم مثال بزنیم. کمیته محله 1، کمیته محله 2، کمیته محله 3 و در محله ها پتانسیل ها مختلفن. ما وقتی بتونیم چنین ادبیاتی، چنین سازماندهی رو در درون کارخانه ها انجام بدیم، ما کجا زندگی میکنیم؟ ما در محله های زندگی میکنیم که محله ها محله های کارگری هست. محله ها، ما در محله کارگری کار نکنیم، پسر عموی من در محله کارگری زندگی میکنه، پدر من در محله کارگری زندگی میکنه. پس اینجا یک سلسله از تجربیات با هم دیگه به اشتراک میذاریم و در یک نقطه چرخشی در حال آموزش دادن به یک دیگه و انتقال تجربه از نقطه به نقطه دیگه که میتونه این تجربه بیاد و در محله انجام بشه. و با چه پتانسیلی؟ پتانسیل معلم، پتانسیل بازنشسته، پتانسیل برادر بیکار، پتانسیل مشکلات محلی. اینها مسائلی هستن، پتانسیل هایی هستن که میتونن این تجربه رو انتقال بدن. و بعد از اون کنگره محله یا کنگره شهر یا همفکری ها میتونه بین 3، 4 محله، 5 محله با هم دیگه در فضاهای باز محله انجام بشه. اما چه اتفاقی اینجا میفته و ما از این سازماندهی چی میخوایم؟ وقتی اون زمانی که کنگره تشکیل میشه، مجمع عمومی یا فضای کنگره ما حالا یک قدرتی داریم نماینده تعریف کنیم. یعنی وقتی میخوایم نماینده تعریف بکنیم یا میخوایم ادبیات تعریف کنیم یا اینکه سخنگو میخوان معرفی کنیم، حالا این در یک حالتیه که اگر ما میخوایم سازماندهی انقلابی انجام بدیم که قاعدتا نباید نماینده معرفی تا جایی که میتونیم نماینده نباید معرفی کنیم. چرا؟ چون ما میخواییم یک نیروی انقلابی داشته باشیم، یک روند متمردان است، یعنی تمرد میخواییم انجام بدیم بس ساختار موجود. اما اگر صاحب میخواییم پخته تر از قبل بشیم و در این پختگی به تدریج به نقطه تمرد برسیم، چه اتفاق میفته؟ ما حالا نمایندگان کارگری معرفی میشن. از کجا؟ از فضای خود مجمع عمومی و فضای کمیته ها. وقتی اینها معرفی بشن، دیگه شما 5 نماینده تنها ندارید، نه 5 نماینده دارید که 15000 انسان پشت سر اون هستن و با قدرت نه رایزنی میکنه، بلکه ادبیاتشو بر حاکمیت موجود، بر ساختار موجود، بر سرمایه‌دار موجود تحمیل میکنه. و بین تحمیل و رایزنی اختلاف بسیار بزرگی. بین تحمیل ادبیات ما میتونیم یک نماینده، کارفرما برای ما یک نماینده تعیین کنه، شورای اسلامی میتونه نماینده برای ما تعیین کنه، اما چون اساسا اونجا هیچ سازماندهی پشت سر اون وجود نداره، پس ما کسی رو اونجا میفرستیم که خواهش رو تمنا میکنه که چنین چیزی رو به من بده، چنین چیزی رو، چون ضعیفه، یک فرد داره اونجا میره به نمایندگی از ما. و این همون حالتیه که توی مجلس ایران هست. مجلس ایران اینطوری، یعنی یک متزلزل، یک ذلیل میره اونجا که نماینده منو بکنه.
ولی وقتی ما بر پایه یک کمیته ها و بر پایه یک توده نماینده معرفی میکنیم، اون نماینده با قدرت، با شجاعت تحمیل میکنه ادبیات خودش، مطالبات خودش و بحث های خودش رو. و اینجاست که ما میتونیم این پتانسیل رو داریم، ما یه کارگر میتونیم این پتانسیل رو داشته باشیم. در تعدد تمام مشکلاتی که توی ایران هستن، وقتی ما تمام مشکلاتی در درون فضای ایران در نظر بگیریم، بین انسان‌های متعدد طبقه و بحث‌های اینچنینی، ستم‌هایی که بر انسان‌ها میشه، کارگران ارزانی که از همین ستم‌ها تولید میشن، کودکان کار غیره، ما یه کارگری که در کارخانه‌ها پیشفرض به ما یک فضای رو دادن که در درون اون فضا فعالیت کنیم، ما ایم که میتونیم این ادبیات سازماندهی رو بیایم و تقدیم به یک تجربه که تقدیم به مبارزه ایران بکنیم. و این تاریخ داره، نه ما خالقش هستیم و نه بعد از ما کسی خالق اون هست، بلکه اینها تجربه زیستی انسان هاست که این تجربه ها از فضای طبقاتی انسان میاد و اونجاست که سازماندهی ها صورت میگیره. اینجاست که موضوع سنتی، سازماندهی سنتی رو باید کنار گذاشت و اون سنتی، اتفاقا سازماندهی سنتی همون سازماندهی شوراهای اسلامی که یک نماینده داری، یک فرد به عنوان رئیس سفیر، یک فرد به عنوان سیبیل کلفت محله، یک فرد به عنوان حاجی محله، یک فرد به عنوان ملای محله، اینها باید کنار گذاشت. و اینجاست که اتفاقا در این پتانسیل ها، پتانسیل زنان، کارگران زن، زنان محله، زنان در دانشگاه، زنان، و تا نگاه بکن میبینی که چه فضایی داریم به عنوان یک پتانسیل انقلابی. ما وقتی میگیم کارگر و زنان، موضوع دو نیروی انقلابی که ستم زیاد بر اونها شده و میتونن در ساختار این ستم خودشون رو بازتولید بکنن و دیگه قربانی این سیستم نباشن و به فکر آیندهی باشن که برابری و عدالت برای همه باشه. خیلی خوب، ببین من یه سوالم بپرسم به اینم جواب بدیم. اینکه یه اتفاقی هم افتاده تو محیط‌های کار دیگه، ما خیلی واحد صنعتی در اون شکل اشل در واقع سنتی ماجرا که یک فضایی بود که توش حالا مثلا 2000 تا 3000 تا کارگر بودن، تقریبا میشه گفت خیلی محدود شدن این فضاها و با یک بخشی از نیروی کار روبرویم که حالا بهش میگن بی‌ثبات کار، کارگر غیر رسمی، نمیدونم کارگر روزمزد. در این شکل سازماندهی که تعریف میکنی، خب من خودم رو متوجهم که اون نیروی کاری که ببخشید حتی نمیگنجه در کارخونم جا میگیره، ولی این رو میخوای بیشتر توضیح بدی که این شکل سازماندهی چه پیوندی با بیرون از اون کارگری که بیرون از کاره، از جمله مثلا دست فروشه، از جمله کارگر خدماتی نمیدونم تو رستوران، کارگری که الان این اقتصاد گیگ در واقع این چی میگن استارتاپ ها دارن استثمارش میکنن، با اونها چجوری ارتباط برقرار میکنه، یا شاید بپرسم چه تأثیری بر اون نیروی کار داره. ما در موضوع کارگران چند قسمت شدیم. من همینطور که گفتم کارگران دیگه اون کارگران سنتی نیستن که ما در یک کارخانه بسیار بزرگ در یک شهر تمام کارگران در اون شهر هست. نه، سرمایه‌داری یعنی کار متنوع شده، نیروی کار هم متنوع شده. ما کارگر صنعتی داریم، کارگر دستفروش داریم، کارگر موقت کار داریم، کارگر بی‌ثبات داریم. همه این کارگرها وجود داره. اما پتانسیل های ما کجاست؟ خب ما یک سری پتانسیل ها داریم. ما وقتی استثمار میشیم، این نیست که به صرف استثمار وجود نداریم. پس ما کارگریم، ما همیشه باید یک چیزی رو بلند کنیم، ما همیشه نمیتونیم فکر کنیم، ما ایده‌ای نداریم، ما سرکوب شدیم. ما نه تن ما سرکوب شده، علاوه بر تن ما که در درون کارخانه ها سرکوب میشه، فکر ماست که سرکوب شده، زیست ماست که سرکوب شده، که همیشه یک ادبیاتی به ما تحمیل شده که انگار ما بلد نیستیم فکر کنیم، ما بلد نیستیم بنویسیم، ما بلد نیستیم مطالعه کنیم.
و این مایه کارگر بزرگه. حالا میان به این مایه، مایی که میخواد خودش رو باور بکنه، کدوم ماست؟ این ما همین کارگرهای متعددن. رابطه بین این اینجا کجاست؟ ما وقتی میگیم طبقه کارگر و من کارگر، یک لحظه نگاه بکنیم به خودمون قبل از اینکه بحث های سازماندهی رو بکنیم. میبینیم تو یک کارگر صنعتی در یک کارخانه صنعتی، یک پسر عموی کارگر موقت داری، یک پسر دایی کارگر بی ثبات کار داری، و تا نگاه میکنی میبینی دایره انسانهای دوره وره، یا بچه محله، یا سوپرمارکت محله، یا همه آدم هایی که دور بر شما هستن، یک رابطه زیستی با شما دارن. ما این رابطه زیستی رو باید به رسمیت بشماریم. یعنی نمیتونیم همیشه با یک پیشنویس، یعنی اینکه قرار کارگران در کجای نقطه بیان به هم دیگه برسن، در این کتاب یا در این ایدولوژی یا در این تفکر این طور تقسیم بندی کرده که مثلا این کارگر در فلان جا، نه، ما در یک شرایط ضروری و در یک شرایط اضطراری میریم به سراغ سازماندهی. در شرایط اضطراری و شرایط ضروری ما طبقه ایم. این طبقه ما فقط من که نیستم، فقط مای کارگر در درون کارخانه نیست، پشت این کارخانه ها مای ما تعریف میشه. مای ما پشت اون کارخانه هاست، کارگرانی هستن که توی ضایعات اون کارخانه ها کار میکنن. ما پیشروان اون طبقه هستیم، ما فریادزن اون طبقه هستیم، کارگر بی ثبات، کارگرانی که حالا در این ساختارها قاعدتا ما به تدریج شروع میکنیم ایده سازی، اینکه چگونه با کارگران مثلا بگیم پمپ بنزین ها ارتباط بگیم. ما کارگر پمپ بنزین وقتی صحبت میکنیم، ما داریم از یک کارگر بسیار مهم صحبت میکنیم. کارگر پمپ بنزین شاید کارگر نانوایی ها، شاید کارگرانی هستن که به چشم خیلی ها نمیان، اما شما بر این باور باشین و با این تصور به مسئله نگاه بکنید که یک روز کارگران پمپ بنزین شهر اصفهان بخوان احتساب بکنن، چطور؟ این پتانسیل های طبقه است. کارگران نانوایی شهر سمنان میخوان احتساب کنن، چه اتفاق میکنه؟ اولا این یک خبر بزرگه، این یک پتانسیله. این پتانسیل های ماست که نادیده گرفته شده، چون افکار ما رو نادیده گرفتن، چون نمیخوان ما فکر کنیم و همیشه این کار از ما فرعون ساختند. تو باید چیزی رو جابجا بکنیم و فرعون کار نمیکنه. باید یک سرمایه‌دار یا اون تکون بده، یا یک چپ بورژوا بیاد برای ما فکر بکنه، در حالی که زیست ما جای ترک دستان ما به ما چیزهای زیادی آموزش داده، و این فضاها و این پتانسیل‌ها در این نقطه ها که به هم دیگه متصل میشه. کارگران دستفروش، مسئله کارگران دستفروش، وقتی ما بتونیم خودمونو به عنوان یک توده منظم تعریف بکنیم، نگاه میکنیم تجربیات، نگاه بکنیم چطور کارگران دستفروش کنار ما بودن و ما کنار اونها بودیم. مثال برمیگردیم، مثال کارگران هفت‌تپه رو میزنیم. وقتی کارگران هفت‌تپه احتساب کردن و توی خیابون بودن، کارگران دستفروش داد میزد که اگر کارگر هفت‌تپه هستین بیاین مجانی ببرید. این یک پیوند، این یک همبستگیه. وقتی این به عنوان یک همبستگی ایجاد شد، خود این نقطه نقطه‌ایه پتانسیل برای ایجاد یک رابطه میان کارخانه و محله، میان محله و کارگر دستفروش. میان برمیگردیم تجربه کارگران فولاد میکنم. کارگران فولاد در جایی احتراز میکردن که مسیر کارگران دستفروشه، ولی کارگر دستفروش دیگه احتراز نمیکنه چرا این کارگران تظاهرات میکنن، به تظاهراتشون میپیونده. و این نقطه هایی که نقطه های جنبشیه، نقطه های طبقاتیه، اتصال طبقه به یک دیگر، اتصال همرنجان به یک دیگر، همدردان به یک دیگر، برای رهایی نه برای قربانی سازی. این که همیشه بیام تعریف بکنیم ما طبقه هستیم و میخوره تو سرمون، نه، ما اگر اراده بکنیم، ما اگر تصمیم بگیریم، این حالت ها عوض میشه.
ما همینطور که ادبیاتمون از طریق سازماندهی بر سرمایه دار تحمیل میکنیم و با قدرت، ادبیات خودمون رو هم میتونیم تحمیل بکنیم بر هر آن چیزی که از ما قربانی میخواد بسازه. بلکه میگیم ما انسان های هستیم که لیاقت یک مبارزه رو داریم و میخوایم مبارزه کنیم و خودمون بسازیم. توی روند انسان های ناامید، انسان هایی که میدیا خیلی نقش مهمی داره. میدیا یک حالت بسیار بیمارگونانی به اسم انقلاب 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 سازماندهی سازماندهی سازماندهی، این چون این آدم ها از یک طبقات بسیار خوشگلی میان و انقلاب براش فانتزیه که بعدا با ماشین بنزش یه سر بزنه تهران، فرق میکنه با رنج و درد ما. رنج و درد ما نمیتونه مفاهیم رو استهلاک بده. یعنی ما وقتی میخوایم بگیم انقلاب یعنی انقلابه، انقلاب چیز نمایشی نیست. ما وقتی میگیم سازماندهی یعنی میخوایم از طریق سازماندهی خود را رها بکنیم، نه اینکه بیان برندش کنیم. زن زندگی آزادی میتونه در گلوی زنی بر در خیابانهای کردستان بر قبر برادرش باشه و میتونه روی لباس یک فشنیست در نمیدونم در زیباترین تالارهای جهان باشه. اینها دوتا زن زندگی آزادیه، اما از دو مفهوم و از دو جایگاه مختلف میاد. یکی میخواد با اون پول تولید بکنه و فالوور جمع کنه، یکی میخواد مسیر اون مبارزهی که زیر خاک یک نفرش هست و بگه هنوز بذرش هست و هنوز داره زندگی میکنه. و هر دو زن زندگی آزادی رو میگن و هر دو کلمه انقلاب رو میگن و هر دو کلمه سازماندهی رو میگن، اما دو مفهوم مختلف از دو درد مختلف میان. و اینجاست که اگر در ایران نیان، نگاه بکنید من همیشه اینو میگم و باز هم تکرار، اگر در ایران نیان به رسمیت نشماریم ستم ملی رو، به رسمیت نشماریم ستم جنسیتی رو، به رسمیت نشماریم که انسان های در کشیده هستن که دارن مبارزه می کنن، این مبارزه مبارزه یه که هیچ وقت به نقطه پیروزی نمی رسه. در جهت مصادره چی؟ نه در جهت مردم. مردم می دونن دارن به کجا می رن. چون ما از احترازات از سال 96 10-15 نفر آدم بودیم تا احترازات 1402 که هزاران نفر آدم. مفهوم خیابان این. اما مصادره چی؟ روز اول احترازات 96 رو میگفت میلیون ها آدم و احترازات 1400 هم میگه میلیون ها آدم. اون میخواد مصادره کنه و پروپاگاندا کنه، ما تلاش میکنیم چطور از دو نفر تبدیل به 10 نفر بشیم. دو مقوله بسیار مختلف، از دو جایگاه بسیار مختلف، از دو زیست بسیار مختلف میاد که ما با درک یک دیگر کنار یک دیگر میستیم و اون بدون هیچ درکی تلاش میکنه یک اتوبوسی بذاره و هر کس از راه برسه سوارش بکنه و مقوله ها اینجا مختلف میشه در مفاهیم.